قبل از اینکه وجود فریاد بزنی آل سعود مزدور ننگت باد ننگت باد آل سعود مزدور ننگت باد ننگت باد حال یهود گفت نه آل سعود خداوند تو را و پادشاهان یهود قبل از تو را لعنت کند مرگ بر آل سعود ملعون 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 تبت یدا آل سعود الکفره تبت یدا آل سعود الکفره تبت یدا آل سعود الفجره تبت یدا آل سعود الفجره همه با هم یدا آل سعود اليهود تبت یدا آل سعود اليهود تبت یدا آل سعود اليهود مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون مجلس با شکوه در مدرسه مبارکه فیضی فاک و آدمکش آل سعود اعلام کرده که در روز 25 ماه رجب عالم مبارز آیت الله شیخ باقر نمر رو اعدام خواهد کرد. از افکار عمومی و رسانه‌های اون روز جرم امام هفتم علیه السلام رو بر هم زدن نظم جامعه، مخالفت با حاکم مسلمین و رهبری و هدایت آل سعود دست پرورده روباه پیر و مکار انگلستان است. انگلیسی‌ها از سال‌ها پیش نقشه تسلط بر این منطقه را کشیدند. اونها تخم تفرقه را در جهان اسلام پاشیدند و اکنون دارن بهرش رو میبرند. حق به ناحق ریخته شده رو خواهد گرفت. الله عزیز و انتقام. یک سخن هم با این عالم شیعی مظلوم در زندان از خداوند خلاصی این عالم مبارز و سقوط آل سعود رو درخواست کنید. جهان تشیع الان در آستانه شهادت هفتمین امام معصوم است. که گمان داشت که با آن همه تشریف و جلال یوسف فاطمه خلافت غاصبانه عباسی سر تعظیم فرود آورد، اما از این خاندان ذلت و کرنش در برابر دشمنان اتهامات امام را از مدینه به زندان و شکنجهگاه ها کشانید. انواع اهانت ها